فراموش نمی کنم. موقعی که فکر می ۸ سال نه سالمون بود مدام با خانواده جمعها ها که می شد عیزانی که هم سن سال من جوون هستم، به خوبی می دانید. یا می رفتیم لشگرک, یا می جارجارود یا می رفتیم این میدون تهران پارس اونجا بودیم با خانواده هامون پارک ملت هم تازه یادم هست اون موقع درست شده بود اونجا می رفتیم برای تفریح اینا یه جاهایی بود که غیر از رفتن به شمال برای ماها که تو تهران زندگی می کردیم جاهای پرخاطره هست ایزان که هم سن من هستن و یک جمعه که رفتیم لشکرک درخت توت بزرگی ایزان اگه یادشون باشه فکر می کنم اونجا هم شهرش کردن درختی نباشه درختای بزرگ توت بود و میرفتیم اونجا توت خوری به اصطلاح ولی درختاش خیلی بزرگ بود سخت بود برای ما که اون موقع 8 سال 9 سال اون بود بتونیم این توتا رو بکنیم همین که داشتیم به درخت های با, با بچه های دیگه بودیم به درخت توت نگاه میکنیم چجوری بریم چجوری اینا رو بکنیم یه دفعه دیدیم یه جوونی خیلی هم خوش تیپ خوش شکل که مشخص بود بومی متعلق به همون لشکرک بود اومد گفت توت میخواید گفتیم آره گفت برید همتون کنار همه رفتیم کنار یه سنگ برداشت یکی از اون شاخه ها رو نشونه گرفت زد به اون شاخه و کل تود ریخت و ما شروع کم خوردن تو ما بچه‌ها، یکی از دوستانمون که همسن سال ما بود اما هیکلن دو برابر من بود دو برابر همسن سال خودش بود و یه غرور خاصی هم داشت چون قدش بلند بود خوش هیکلا بودش تو همون سن خیلی غرور داشت و وقتی که این رفت توتامون رو خوردیم گفت حالا بچه برید کنار نوبت منه اونم برداشت رفت دنبال یه سنگ بگه رفتم به رودخونه جار بود، یه سنگ پیدا کم عین آجر اتفاقا صاف هم بود همه طرفش صاف بود ولی سنگ بود گفت برید کنار برید کنار همه رفتیم کنار گفتیم نکن این کارو خطرناکه آخه تو که مثل اون نمیتونی گفت نه نه من میتونم برید کنار شو یه شاخه رو نگاه کرد همه که رفتیم کنار این سنگ و اینجوری بالا بعد خودش دوید رفت زیر درخت حالا به جان که دست رو سرش بذاره دست گذاشت اینجوری رو صورتش و خدا میدونه این سنگ دقیقا صاف خورد تو سرش یعنی اصلا انگار یه برنامه ریزی بود و همین که تا مون سنگ وقتی سنگ مون قش کرد و افتاد دیگه بالاخره پدر مادرش صدا کردیم و حالش رو خوب کردن اما ما اون موقع هشت سال نه سال اون بود آیا هنوزم از این کارا میکنیم یا نه یه نگاهی بکنیم به زندگی یه موقع میشه هنوز ما این غرور ما رو بگیره که فکر میکنیم میتونیم یه کارایی رو انجام بدیم در توانمون هست حتی فکر میکنیم که نه نیازی هم نداره پول که داریم چه کار داریم به خدا سلامتی هم داریم حالا کاری نداریم به طور خاص عیزانی که همسنه سال من جوون هستید کمتر به فکر این هستید که بتوانید از آنچه را که از وجود شما درمیاد چیه فروتنی دلیلی بشه که تصمیمات درست بگیرید و مبادا سنگی را که میندازید آسمان هوا برای گرفتن برکت بلای جونمون بشه و از این رو هست میباید خیلی دقت کرد نسبت به موضوع فروتنی که کم و بیش همه میدانیم که فروتنی یکی از ویژگی یک شخص سالم هستش حالا چه نسبت به رابطه هاش با دیگران چه حتی نسبت به تصمیماتی که میگیره و از اونجایی که کسی که فروتنی رو داره در از صاحب یک قدرتی هست که به او صبر و استقامت میده تا بتواند نسبت به مخاطبین خود و همچنین نسبت به تحولات و تغییراتی که توی زندگیش میشه استقامت کنه و در جایگاه درستی چه از نظر احساسی و چه از نظر منطقی بتونه به تا یک روش حکیمانه رو داشته باشه تا مبادا در دام غرور و همچنین خودخواهی خودشیفتگی طمع و به نوعی در موقعیتی قرار نگیره که مجال آرامش رو نداشته باشه در زبان فارسی همه به خوبی میدانیم که فروتنی رو به نوعی افتادگی میگن حالا خود فروتنی هم تعریف داره که در افکار و احساسات خودمون نسبت به هر موضوعی که میدانیم انیق بشیم بلافاصله ما تصمیم گیری نکنیم عجول نباشیم شتاب زده نباشیم صدی از این رو اعلام میکنه افتادگی آموز اگر طالب راب مگه شما میدونید من نخونم برم جلو <تصفح> بله طالب فیضی و همه ما به خوبی میدانیم اگر فیض مسیح نبود ما چگونه نجات پیدا میکردیم شاید سخت باورمون بشه که این فیض خداست شما تو کلیسا هستید امیدوارم به کسی بر حتی اگر جبری شما رو تو این کلیسا آورده این فیض خداست الان متوجه نمیشید زمانی که مسیح رو بیشتر بشناسید متوجه خواهید شد زمانی که 500 سال دیگه بریم آسمان متوجه میشید واو این چه فیضی بود که شامل ما شد و ما نجات رو پیدا کردیم افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که غرور داره پس قلب‌های خودمون رو دل‌های خودمون رو وقتی که به خانه خدا میاییم در مسیر فروتنی تعلیم بش هرچند امروز آگاه بر این هستیم که علم روانشناسی به طور خاص چندین سال هستش که در رابطه با این ویژگی خوب صحبت میکنه و یک شخص سالم رو کسی میدونه که فروتن هستش و یک تمرکز درستی داره اما ما که بیشتر از آنچه که روانشناسان بخوان در طول این چند قرن افکار ما رو متمرکز کنن کلام خداوند مدام ما رو متمرکز فروتنی کرده تا بتونیم اون عزت نفس درست رو داشته باشیم نه اون عزت نفسی که فقط تبلیغ میشه گفتار درمانی هست سلیمان رو به خوبی درک میکرد چون رابطه با خدا داشت مردان خدا این رو درک میکردن از این رو فروتنی رو ابزار مناسبی برای یک زندگی خوب زندگی نیکو زندگی که درش شادیه زندگی که می‌تونی درش یک چشمانداز خوبی داشته باشه برات پیروزی میاره موفقیت میاره ترس و نگرانی تو میشوره اون رو درک میکنه و اعلام میکنه در امثال 22 چهار اعلام میکنه نتیجه فروتنی و اطاعت از خداوند میدونیم اطاعت از خداوند یعنی وفاداری به خدا هرگز 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 من اینو سه بار میگم خدا نمیخواد ما اونو اطاعت کنیم خدا میخواد ما او رو بشناسیم مشتاقش باشیم وفادار باشیم بهش خدا این رو میخواد در شناخت هست مسئول پذیر باشیم مسئول پذیر به آنچه چرا که در قلبمون اعلام کردیم به زبانمون اعلام کردیم که خداوند من, من تو رو دوست دارم من کلام دوست دارم به اون وفادار باشیم نتیجه فروتنی و اطاعت از خداوند ثروت و احترام و عمر طولانی هست احترام